بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما. همون جوری که بهتون قول دادم و در برنامه خودم گفتم، دوشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر وقت نیویورک با آقای پرویز مینویی هستیم از تگزاس و خیلی خوشحالم. امروز قبل از برنامه، یعنی بین برنامه خودم و برنامه ایشون، رفتم پست رو چک کردم و یه نامه ای از طرف ایشون آمد. سالهاست من از ایشون یاد گرفتم که کاغذهای که مصرف نداره ایشون دوباره استفاده میکنه و به قول اینجایی ها ریسایکل میکنن، و من هر وقت که اینا میان یه چیزی یاد میگیرم میخونم. امروز یه نامه ای هست از مشبیژن که بعد میخوایم از آقای مینویی سوال کنیم این مشبیژن به مادرش نامه نوشته، نامش چرا دست شماست. ولی از اون مهمتر آقای مینویی، بله، من دیدم و شاهدم که شما هر جایی که اتفاقی افتاده و کسی کمک خواسته رفتید و کمک کردید. الان هم این نامه که برای من اومده دیدم که روش نوشته Red Cross Supporter، و خود منم مثلا با Amnesty International کمک میکنم، گاهی وقتی برام این آدرس ها رو چاپ میکنن. به نظر شما چرا توی ما ایرانی ها این حالت کمک یا داوطلبانه مجانی کار کردن برای دیگران نیست؟ ولی این رو من میخوام خیلی خلاصه شما لطف کنید در مورد صحبت کنید. دوستان شکایت کردن که سوربی تو صحبت میکنی و ما میخوایم آقای مینویی بیشتر صحبت کنه، میخوایم ببینیم منظور ایشون چیه. از اون طرف شما میگید که نه، شما مگه سوالی دارید بپرسید، من این وسط گیر افتادم. امروز من میخوام ساکت باشم، شما در دو سه مورد صحبت کنید. یکی این ماجرای چرا ما ایرانی ها حمایت نه فقط از تلویزیون ها، چون دیدم شما بارها درباره تلویزیون ها گفتید، از سازمان های دیگه، اصلا از بچگی از مدرسه کارهای داوطلبانه کم میکنین. بعد ماجرای این مشبیژن رو اگه خواستید چند دقیقه، چون شما قبلا زنگ تفریح داشتید توی برنامه‌تون، اون رو مجدداً را بندازیم. به همین خاطر من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. دوستان عزیز، این شما و این هم آقای پرویز مینویی از هیوستن تگزاس. بفرمایید آقای مینویی. با درود خدمت جناب سوربی عزیز و با درود به خدمت بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر جهان، من خیلی خوشحالم که اینجا هستم با جناب آقای سوربی. بارها گفتم با وجود که باورهای من و آقای سوربی با هم متفاوته، ولی اظهار علاقه و درک و فهم همدیگه رو خیلی خوب داریم و از گفتگوی همدیگه لذت میبریم، حتی اگر مخالف همدیگه باشه. و این خودش خیلی خوبه، چون معمولا اونایی که در باورهای سیاسی مخالفن با هم سر جنگ دارن، ولی من و آقای سوربی سر دوستی داریم. از هم خدمتون، اگر جناب سوربی اجازه بدن من ابتدا یک اشاره بکنم به اونایی که پیام گذاشتن. من از جناب سوربی خیلی متشکرم که پیامایی که میاد روی فیسبوک یا جاهای دیگه ایشون لطف میکنن، میخونن توی به اصطلاح پیامگیر من میذارن، به من کمک میکنن که من بتونم به اونا توجه کنم و جواب بدم. چون من خودم چون چشمم ضعیفه زیاد توی اینترنت و فیسبوک و اینا کار نمیکنم. اینی که منو خواهید بخشید. یک خانومی خیلی قبلا زنگ زدن، گفتن این گفتگویی که من میکنم گفتگوی خصوصی است و من فقط اسم اول و فامیل اسم و فامیل ایشون رو ابتداش میگم. بله، ایشون هستند خانوم فجیم، خانوم فجیم. ایشون صحبت کردن، خب اونایی که تعریف میکنن که آدم نمیخواد درباره‌اش صحبت کنه، خب لطف کردن، خیلی محبت کردن. بعد میگن که آقای منوچهر گنجی اومدن گفتن که کتاب‌های ایران در زمان شاه آخوندا مینوشتن. آقای منوچهر گنجی، شما خودتون که یه زمانی وزیر آموزش بودید، خب شما باید بیشتر از همه اطلاع داشته باشید. مثلا به قول همین خانم فجین، آیا کتاب فیزیک رو آخوندا می نوشتن؟ آیا کتاب مثلا تاریخ رو آخوندا می نوشتن؟ احتمالاً کتاب فقه و عربی و اینا رو آخوندا می نوشتن، اونم چندان اثر خاصی در نداشت و همه می دونن که زنگای فقه و اینا اصلا تق و لق بود، اصلا بچه ها اهمیتی نمی دادن به اون قضیه. این از خانم فجیم خیلی ممنون، سپاسگزارم که زنگ زدید و پیام گذاشتید.
صداشو کم کنم بذارم اینجا که چی نباشه. عرضم به خدمتتون که بعد آقای سربی محبت کردن، یه پیامی رو برای من خوندن از خانوم ایوان پری فکر کنم. بله ایوان پری خانم ایوان پری ایراد گرفتن، یعنی به من انتقاد کردن، گفتن که یک کسی که در خارج، بله چیزی نگفتم بفرمایید. بله یک کسی که در خارج از ایران زندگی میکنه نمیتونه رهبری ایران رو به عهده بگیره و باید اگر رهبری میخواد به عهده گرفته بشه باید اونایی که تو ایران این 40 ساله مشقت کشیدن و سختی کشیدن و رنج بردن و محیط رو درک کردن و احتمالا تو زندان هم هستن باید از اونا رهبری رو باید بگیرن. ببینید خانم ایوان پری، من خیلی ممنونم که محبت کردید، گوش دادید و پاسخ میدید. ببینید خانم ایوان پری، ما ایرانی ها معمولا حرف رو گوش میدیم تا جواب بدیم، حرف رو گوش نمیدیم بفهمیم. ببینید اگر حرف رو گوش بدیم بفهمیم خوب فکر میکنیم، بعد اگر خوبه میگیم خوبه، یا اون قسمتی که خوبه میگیم خوبه، اون قسمتی که بده میگیم بده. اما اگر گوش بدیم تا جواب بدیم، پس بنابراین گوش میدیم که یه جوری فورا جواب طرف رو بدیم، نه اصلا به حرف کار نداریم. ببینید خانم عزیز، اگر اون افرادی که مورد نظر شما هستن و توی زندان هستن، که اینا که نمیتونن رهبری رو به عهده بگیرن بلکه تو زندانن، نمیتونن بیان تو رسانه ها باوراشونو بگن، نمیتونن برن شهرهای مختلف ایران مردم رو دعوت کنن توی میدان های بزرگ شهر برن با بلندگو بنا برای اونا نظراتشونو بگن و فلان بگن، ما باید اول یه امکانی به وجود بیاریم که اون فرد یا افرادی که مورد نظر شما هستن امکان اینو پیدا کنن که بیان نظراتشونو بگن. برای که این امکان پیدا کنن باید یه نفر از خارج رهبری پرچمدار مبارزه بشه، هماهنگ کنه مبارزه رو که به جایی که این گروه های سیاسی خارج با هم بجنگن، با هم زیر یک پرچم جمع بشن و با رژیم اسلامی بجنگن. ببینید خانم عزیز، ما در حال حاضر یک نادری نداریم که مردم دور خودش جمع کنه، یه یعقوب لیس هم نداریم که مردم دور خودش جمع کنه، یک رضاخان هم نداریم که مردم دور خودش جمع کنه. اینا رو گفتم به خاطر اینکه اینا بدون وابسته به کسانی بودن. مثلا میتونستم آقا محمد خان قاجار و کریم خان زند رو بگم، ولی آقا محمد خان قاجار یه ایل قاجار پشتش بود، کریم خان زند هم یه ایل زند پشتش بود، اما نادر ایلی پشتش نبود، یک پسری بود که با مادرش اسیر ازبک ها شد، رفت سالها در اونجا به عنوان بردگی کار کرد تا مادرش مرد، فرار کرد اومد یه دیر دور خود جمع کرد. یا مثلا فرض کنیم که یعقوب لیث صفار یک رویگرزاده بود، از نه طایفه بود نه هیچی، رضا خان هم یک از سرباز صفر اومد بالا. اینا ما به هیچ کدوم اینها و امثال اینا دسترسی نداریم، ما به اون چیزی که دسترسی داریم باید استفاده کنیم. ما اگر یک چیزی خیلی عالی هستش یه جایی که ما دسترسی نداریم، خب دنبالش نباید بریم، برای که به ما بهش دسترسی نداریم. از اون چیزی که دسترسی داریم باید استفاده کنیم، یه نفر رو پرچمدار رو مبارزه کنیم تا 4 ماه 6 ماه حکومت رو بعد از برکناری رژیم اسلامی اداره کنه تا به صندوق های رأی برسیم. صندوق های رأی اول به باور من اول باید یک رفراندوم بشه که تک تک مردم شخصا رأی بدن، نه که نمایندگانشون رأی بدن، یعنی پرویز مینی بیاد خودش رأی بده، نه که مثلا نماینده مجلس مثلا از شهر اوستون نماینده ایرانیان از شهر اوستون رأی بده، نه خود من رأی بدم. اول رأی بدم که آیا ما پادشاهی میخوایم، پادشاهی پارلمانی میخوایم یا جمهوری میخوایم. اگه رأی بر پادشاهی شد که خب پادشاهی، اگر رأی به جمهوری شد همه برای جمهوری شدن فعالیت میکنن، همه نه، منظورم اونایی که علاقمندن و شایستگی دارن، از جمله خانم عزیز اونایی که مورد شما هستن، نظر شما هستن، اونایی که تو زندان هستن به قول شما، اونا امکانات پیدا میکنن که بیان در عرض اون 4 تا 6 ماه نظرات خودشونو بگن، برن شهرهای مختلف با مردم صحبت کنن، تو رسانه ها بیان اعلامیه بدن، گفتگو کنن، بحث کنن، نظر مردم رو به ریاست جمهوری خودشون مساعد و علاقمند کنن و بیان در انتخابات شرکت کنن، چه بسا پیروز شدن.
خانم عزیز، اگر یک کسی در خارج پرچمدار مبارزه نشه و این رژیم رو برکنار نکنه، که وقت اون کاندیدای مورد نظر شما شانس اینه پیدا نمیکنه که بیاد مبارزه کنه برای جمهوری. من اینه که میگم یعنی اون امکان برای اون شخص مورد نظر شما، نه تنها اون شخص بلکه برای همه اونایی که شارژگیریشو دارن، فراهم بشه که بیان در انتخابات شرکت کنن. اول میان تبلیغات میکنن برای همه در اون 4 تا 6 ماه تبلیغات میکنن که جمهوری بهتره، بس میکنن اینجا اونجا اونجا جمهوری بهتره، بلکه مردم رو قانع کردن که جمهوری بهتره. در انتخاب در اون رفراندوم مردم، اگر حرفاشون درست باشه، مردم به جمهوری رای میدن. بعد اون کاندیدای مورد علاقه شما میتونی بیاد برای جمهوری فعالیت کنه. خب من به نفع شما حرف میزنم، خواسته شما با این چیزی که من گفتم عملی میشه، با اون چیزی که خودتون میخواید عملی نمیشه. چون یه نفر از داخل ایران که بسا از تو زندان ها بیاد رهبری رو باز بگیره. آخه عزیز من، اونی که تو زندانه اگر رژیم بفهمه که تعداد زیادی هوادار در خارج و داخل داره، چه بسا جانش به خطر بیفته، کمان که اصلا نمیتونه فعالیت سیاسی بکنه. این از این. خوب آقای مینوی، اون قسمت اولش من کاری ندارم، ولی برای رأی گیری حتی تو آمریکا هم هست که به اصطلاح طرف باید ساکن این منطقه باشه، یا اونایی که میخوان نماینده بشن برای بعضی از قسمت ها باید 6 ماه مثلا تو اون منطقه بوده باشن. مثلا خانم کلینتون وقتی رفت سناتور نیویورک بشه، دیگه نمیتونه تو آرکانزاس زندگی کنه، مجبور بره نیویورک یا یه خونه اجاره کنه یا بخره و اونجا باشه. شاید منظور این دوستمون این بوده. زندان، اگر اینایی که از بیرون هستن آمدن بعد اونایی که تو زندانن بیان بیرون، میشه مثل زمان خمینی، بعد اونایی که از زندان اومدن بیرون، اون بنده خدا چجوری با کسی که رسیده و قدرت دست گرفته، ارتش و نظام و توپ و تانک و داره مبارزه و مقابله کنه. زمین آقای یوسفی میگه درست شنیدم، شما یه بار دیگه بگید که آقای رضاخان چجوری سر کار آمد. میگه آقا رضاخان پشتش انگلیس بود. اینو آقای یوسفی نوشتن روی فیسبوک الان. بله، من اجازه اینجا توضیح بدم. ببینید آقای سید زیادین طباطبایی، ببینید دولت انگلیس، بریتانیا در واقع از این ناامنی و ملوک طوایفی که در زمان آقای احمدشاه به وجود اومده بود بسیار ناراضی بود، به چندین دلیل. یک دلیل این که تجارت داشت، نمیخواست راه تجاری به خطر بیفته. یه دلیل این که اون موقع یک خط تلگراف از لندن به دهلی بود، وسیله ارتباط بود، وسیله دیگری برای ارتباط نبود و اون خط باید امن می‌بود. یکی این که یک قرارداد داشت با شوروی که اگر در کشور ایران در نزدیک مرز شوروی ناامن بشه، دولت شوروی حق داره بیاد تو ایران و وارد بشه، و دولت بریتانیا به این 3 دلیل میخواست ایران امن باشه. رفت راه آقای سید زیادین طباطبایی که عامل انگلیس بود. سید زیادین طباطبایی رو بهش گفت آقا برو، ولی بزرگان کشور ببین کدومشون رو میتونی پیدا کنی که بیاد داوطلب بشه، نخست وزیر بشه، کشور رو به امنیت برگردونه. سید زیادین طباطبایی تو هر به هر کدوم رفت، اینا تو خاطراتش نوشته، و مرد اول کودتا آقای صدرالدین الهی کتاب در این مورد نوشته، بسیار کتاب هست میتونیم بخونید. آقای سید زیاد رفت سراغ هر کدوم از بزرگانی که به قول معروف سرشون به تنشون میارزید، هیچ کدوم حاضر نشدن بیان نخست وزیر بشن. حتی زیادین طباطبایی گفت دولت بریتانیا پولم میده، کمکم میکنه، نه حاضر نشدن بیان. سید زیاد به اون مامور انگلیسی گفت آقا من خودم نخست وزیر میشم. مامور انگلیسی گفت آقا تو یه روزنامه نگاری، تو قدرتی نداری که بیای نخست وزیر بشی، پس حداقل برو یک جنرال قدرتمندی رو پیدا کن. سید زیادین طباطبایی رفت تحقیق کرد، گشت کرد، دید قدرتمندترین جنرال ایران رضاخان. رفت به رضاخان گفت بیا با هم بریم این کار بکنیم، تو بشو سردار سپاه، منم میشم نخست وزیر. رضاخان قبول کرد. بعد یک ملاقاتی بین آقای رضاخان و یه مامور انگلیسی انجام شد، به گمانم آقای آیرونسایز بود، مطمئن نیستم، و اون شخص انگلیسی تا
تایید کرد حرف سید یارالدین طباطبایی رو، گفت این خوبه. حالا اجازه بدید، اگر اجازه بدید من اینو بگم، این آقای برخوردهای شاهد سوهای ارگانه آقای دکتر حسین حقیقی یه کتابی نمیشتن، من یه بخشش رو اینن یعنی با حافظم از اون کتاب میگم. وقتی آقای سید یارالدین طباطبایی وارد تهران شد، نخوب و نخودسازی رو احمد شاه گرفت، به رضاخان دستور داد، گفت همه اونایی که ثروتمندن و قدرتمندن همه رو دستگیر کن. رضاخان همه اینا رو مثلا 40-50 نفر سران قوم رو دستگیر کرد، انداخت زندان. بعد آقای سید یارالدین گفتش که ما فردا از سربازای ایران میتونیم سان ببینیم، هر کی بخواد میتونه بیاد ببینه. نورمن سفیر انگلیس اومد به عنوان بازدید به یک سروانی که گویا اسمش مورخ دولی سپر بود، گفت آقای مورخ این حرفای منو برای رضاخان ترجمه کن، گفت ازش بپرس اینا یکی گرفتی کی آزاد میکنی. رضاخان جواب نداد، همونطور که داشت کفشش رو به زمین میزد، پنجه پاشو زمین میزد به کفشش نگاه میکرد، همینطوری بازم ادامه داد، همون کارش رو ادامه داد، یعنی پنجه چکمش به زمین میزد و نگاه میکرد به پنجه چکمه خودش. دوباره نورمن این دفعه با صدای بلندتر گفت، گفت بپرسید از رضاخان که اینایی که گرفتید کی آزاد میکنید. رضاخان سرش بلند کرد، نگاه کرد تو چشم آقای نورمن، یک لحظه نگاه کرد، بعد گفت هر وقت دولت ایران صلاح بداند. اون افرادی که اونجا بودن به گفته آقای دکتر حسین حقیقی که نویسنده کتابه میگه بسیارشون تو دلشون گفتن ما یه نادر دیگه پیدا کردیم. یعنی درسته که انگلیسی‌ها تایید کردن که رضا شاه خوبه برای این کار، ولی خود رضا شاه در خاطراتش گفته انگلیسی‌ها منو تایید کردن ولی نفهمیدن چه آدمی رو تایید میکنن. رضاخان بارها و بارها در جلو انگلیسی‌ها ایستاد. اولین ایستادن رضاخان در جلو انگلیسی ها این بود که رفت آقا گفت آقا من تخت سیاه و نیمکت و کتاب فارسی و جغرافی و حساب هندسی برم، بچه ها همه باید برم مدرسه. این خواست بریتانیا نبود، بریتانیا میخواد همه کشورهایی که تحت سلطه اونن مردمش نادان و فقیر بمونن. رضاخان بسیار بسیار کارهایی کرد که در جهت رشد مردم ایران بود. حالا اگر ما مردم ناسپاسیم، بی‌معرفتیم، میگم نوکر انگلیس بود، خب دیگه اون بماند دیگه. بله، در مورد کمک ما ایرانیان، ببینید من حالا یه چیزی میخواستم بگم. ببینید الان ما یه لحظه بسیار حساسی هستیم، براتون میگم، خواهش میکنم خوب دقت کنید ببینم چه لحظه حساسی که در تمام عمر مثلا 100 سال ایران همچه لحظه حساسی به وجود نیومد. ببینید همتون میدونید آقای دونالد ترامپ کمر به برکناری رژیم اسلامی بسته. رژیم اسلامی چه حالت آشتی‌ناپذیر بگیره، اصلا حرف نزنه، چه بگه آقا من میام بر سر میز مذاکره میشم، در هر صورت افتاده. آقای ترامپ کسی نیست که این کاری رو که شروع کرده ول کنه، نشون داده ترامپ که کاری رو که میخواد بکنه تا تهش پیش میره، این کارم تا تهش پیش میره که رژیم اسلامی رو برکنار میکنه. حالا ما دو حالت پیش میاد برای این. یا اینکه من خودم میگم، من پرویزمینی بی همت بی غیرت بی مسئولیت نشستم، همینطور نگاه میکنم اینم که اون ماری که داره میاد کی میاد من نیش بزنم، همینطور نشستم مثل پرندهی که نشسته که مسئول مار شده که باید گاز ببلدش. یا اینطوری بی تفاوت نشستیم، یا اینکه فکر میکنیم. اگر فکر کنیم، کوشش کنیم، جمع بشیم و یکی رو بگیم آقا اینو ما می‌خوایم پرمو رهبر اوقات کشورمون بشه تا بعداً رأی بگیریم، جواب آقای سوربین هم میدم که توپ و تانک و فلان. اگر این کار کردیم، رفتیم جمع شدیم، گفتیم ما می‌خوایم این کس رهبر ما بشه و ما می‌خوایم این بعد 6 ماه رأی بگیریم، مردم رهبر رو خودشون انتخاب کنن، خب ما رهبر انتخاب کردیم. اگر باز میگم من پرویزی مینوی بی ارزه بی مسئولیت بی فکر خوابالود از خود بی خبر باشم، آقای دونالد ترامپ یک کسی مثل آقای حامد کرزایی رو انتخاب میکنه، میگه تو برو رئیس جمهور ایران بشو، اون آقا مثل آقای حامد کرزایی بای بای آقای دونالد ترامپ از اون بر جیب خودشو حسابای بانکی خودشو یاران خودشو پر میکنه گور بابای مردم ایران.
ما کدوم میخوایم انتخاب کنیم؟ میخوایم یه رهبری داشته باشیم که خودمون انتخاب کرده باشیم یا رهبری که امریکا انتخاب کرده باشه؟ اگه میخوایم رهبری که خودمون انتخاب کنیم، پس باید بیایم کار کنیم، فعالیت کنیم، بکوشش کنیم، به جایی که گروه های سیاسی این 40 سال با هم میجنگن که من اگه یکی از اونا هستم خاک بر سر من کنن، بیایم با هم متحد بشیم. آقا من میگم شاهزاده رضا پهلوی، شما نگید شاهزاده رضا پهلوی، بگید آقای حسین مثلا مرتضوی، هر کی میخواد یه نفر انتخاب کنید که اون یه نفر نماینده مردم ایران بره برکنار کنه رژیم و بعد زمینه رو آماده کنه برای انتخابات. من میگم شاهزاده، برای که شاهزاده رو مردم داخل ایران و خارج ایران میشناسن و افراد غیر از ایرانی نزدیک کشورهای دیگه هم اینو میشناسن. شما میگید که نه، شما معرفی کنید. آقا ببینید، آقای تولی و همه بینندگانتون بگید، فیسبوک نه، بگید پرویزی مینوی میگه اگه شما یه نفر پیدا کنید که 1000م از شاهزاده رضا پهلوی صلاحیت بهتری داره، من دست شما رو میبوسم میام دنبال اونی که شما میگید. من هیچ اصراری ندارم، من میگم بهترین ممکنمون انتخاب کنم، اون چیزی که در اختیار داریم، اون چیزی که رویایی. ای به ما ملت ایران هم اینی که یکی اینی که همیشه رویایی فکر میکنیم. زمان شاه خودمون فکر میکنیم ما چرا مثل سوئیس نیستیم، اون فکر کردیم این شدیم، حالا هم همینطوره. اما مسئله تفنگی که خودت ببینید آقای سربی، شما بهتر از من میدونید که آقای شاهزاده رضا پهلوی این کاره نیست که حکومت به دست بگیره و بچسبه و خوب به قدرت برسه و ول نکنه. ایشون از حالا همیشه میگه آقا من اصلا نمیخوام شاه بشم، من میخوام در مملکتم دموکراسی باشه. شما آقای سربی بهتر از من میدونید که آقای شاهزاده رضا پهلوی اصلا در یارگیری ضعیفه. کسی که در یارگیری ضعیفه نمیتونه دیکتاتور باشه، نمیتونه، اگرم بخواد نمیتونه دیکتاتور باشه. آقای مینوی ببخشید، شما فکر نمیکنید مخصوصا چون 40 سال پیش خمینی تقریبا همین حرفا رو زد که به قول شما آقای رضا پهلوی میگه که من نمیخوام سلطنت کنم، اونم اتفاق شما خیلی هم قشنگ اداشو در میارین، میگید گفت که من از حال لحاظ مزاجی حالم خوب نیست و نمیکنم، ولی بعد مردم دیدن که از همه بدتر چسبید به قدرت و اینا. یعنی فکر نمیکنید به خاطر اون تجربه تلخی که مردم دارن میشه گفت مار گزیده از ریسمان سیاه‌سفید الان میترسه؟ و شما درست میگید آقای سوری، ولی ببینید ما مردم ایران حافظه تاریخمون ضعیفه متاسفانه. اگر یادمون باشه در خرداد 1342 یعنی 15 سال قبل از انقلاب، آقای خمینی رفت و منبر گفت اینها نمیخوان قرآن باشه، اینها نمیخوان اسلام باشه، اینها نمیخوان روحانیت باشه، اسرائیل نمیخواد اینا باشه. آقای محمد رضا یه کاری نکن که بگم تو اسرائیلی مردم تو رو هم مملکت بندازم بیرون. اینجوری هست رد. یعنی همون موقع 15 خورده میخواست حکومت از آقای رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی به دست بگیره. اگر آقای علم نخست وزیر ایران نبود و به اصطلاح خودسرانه به مردم شلیک نمیکرد، از تو رادیو نمینداختنش بیرون، همون موقع آقای محمد رضا شاه رو آقای خمینی انداخته بود. وقتی که آقای خمینی اومد در سال 57 که اومد آقای محمد رضا شاه رو بندازه، بی علمی نداشتیم. اگر یک نخست وزیر مثل علم داشتیم اون موقع هم آقای خمینی نمیتونست بندازه. منتها شاه بیمار در اثر داروهای زیادی که تجویز میدن بهش میدادن شیمی درمانی میکردن دیگه. این شیمی درمانی در آن زمان بسیار داروها مضرتر از این زمان بود و در نتیجه شاه قدرت تصمیم گیریش از دست داده بود و اون اونطوری شد. ولی ما نمیتونیم بگیم خمینی مظلوم بود. خمینی نشون داده بود که میخواد شاه بندازه قبلا 15 سال پیشش، ولی ما فراموش کرده بودیم تقصیر ما هست، تقصیر خمینی نیست. آقای مینویی، آقای علیرضا سلیمانی از آمریکا میگن که یعنی ایشون نوشته آدم‌های ضعیف که زودتر دیکتاتور میشن. شما قبول دارین که اونایی که ضعیفن زودتر دیکتاتور میشن؟ من تا حالا اینو نشیدم. خب این یکی. من تا حالا اینو نشیدم. ببینید آقای ناپلئون بناپارت دیکتاتور، اولش یه جنرال ارتش بود، اومدن گفتن آقا مردم دارن به مجلس حمله میکنن، آقای جنرال ها برید جلوشونو بگیرید. جنرال هایی که از ناپلئون بناپارت برتر بودن نرفتن این کار بکنن. بناپارت گفت من میرم جلوشونو میگیرم، دستور داد سربازا تفنگ، یه دم کشته شدن بقیه رفتن، وگرنه میخواستن مجلس رو بگیرن.
آقای ناپلون بناپارت یواش یواش شد کنسول اول، اول سه تا کنسول گذاشتن که کشور اداره کنن، این شد کنسول اول، بعد شد پادشاه، بعد شد امپراتور. خب قوی بود، ضعیف که نبود که. آقا محمد خان قاجار قوی بود، من نمیم کدوم ضعیف دیکتاتور شده، برای من مثال بزن. اجازه بدین که ما این دوستان بینندمون بعضی هاشون خیلی سختگیر هستن، امیدوارم که شما ناراحت نشین یه وقت سوالایی که میکنن یا نظراتی که میدن. دوستمون نوشته که آقای خمینی شاه رو بیرون نکرد، شاه همیشه چمدان به دست مثل 28 مرداد رفت. باز یکی دیگه از دوستان نوشتن آقا زمان شاه، زمان مصدق، اون موقع هم شاه مریض بود و شیمی درمانی میکرد. باز یه دوست دیگه تو پیام خصوصی، اجازه بدید، تو پیام خصوصی برای من نوشتن که در زمان 1357 هم بودن افرادی که میخواستن به مردم شلیک کنن، حتی گفتن که 1000 تا رو بگیریم ببریم جزیره قشم، نمیدونم کجا، ولی خاش یه جایی گفتن، ولی اون موقع خانم فرح پهلوی یا فرح دیبا دخالت کرد. به خاطر همینه که افرادی مثل فخرآور کتابی نوشتن که ما اصلا اشتباه میکنیم، فکر میکنیم انگلیس و آمریکا دخالت کردن، حقیقتا همه چیز زیر سر روسیه بوده. شما اون کتاب فخرآور رو خوندین؟ آیت الله رفیق آیت الله یعنی؟ نه. من میخونم، من کتاب افرادی رو میخونم که به بی‌نظری و با آگاهیشون، مثل آقای هوشنگ دماوندی، مثل هوشنگ نهاوندی، مثل آقای عباس میلانی، مثل افرادی که، مثل آقای میرفتوس، مثل افرادی که در آگاهی و صداقتشون مردم اذعان دارن. وگرنه خب آقای فخرآور که، خب من یک کتاب می‌نویسم آقای فخرآور بخونه. بله خب بفرمایید، من فقط نظر بینندگان رو خوندم. ضمناً اینجا باز اون دوستون آقای سلمان یوسفی نوشته که خمینی با کپیتالیسیون مشکل داشت و اعتراض کرد و اون نوارش رو، من صداش رو شنیدم که به اصطلاح همونجا هم استفاده کرد از این صحبتش که به مردم میگفت که یعنی مگه ما چی کم داریم که یک مثلا خارجی وقتی میاد اینجا خلافی میکنه سیستم دادگاه ما نتونه محاکمش کنه و اینا هر بلایی میخوان سر ما بیارن. در صورت مجموعه یه سری چیزا بود، یکی و دوتا به اصطلاح عامل نبود، عوامل زیادی بود که به اینجا رسیدیم. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. شما به چندین موضوع، همینطور بینندگانتون به چندین موضوع اشاره کردم، من اجازه بدید یکی یکی توضیح بدم چون همه با هم که نمیشه. کاپیتالاسیون از چه زمانی در ایران برقرار شد، قانونی شد؟ از زمان عهدنامه ترکمنچای، یعنی ایران در زمان فتحعلی شاه قاجار دو دفعه از روسیه شکست خورد، دو تا عهدنامه بسته شد، یکی گلستان یکی ترکمنچای، که تمام ایالت‌های بزرگی از ایران رو به روسیه دادن. غیر از اون یه قرارداد گذاشتن که آقا اتباع روسیه اگر در ایران مرتکب خلاف بشن، دادگاه ایران، قاضی های ایران نمیتونن محاکمه کنن، باید اینا برن به قاضی های روسی اینا رو محاکمه کنن. بعد که این قرارداد کاپیتالاسیون برای روس ها گذاشته شد، بریتانیا هم گفت منم از همین قرارداد میخوام استفاده کنم، و بعد کشور بزرگ دیگه هم این قرارداد رو بهش پیوستن و شد در ایران یه جوری که کشور بزرگ هر کدوم اتباع اون کشور را کار خلافی میکردن، ایران قادر به محاکمه نبود. این کاپیتولاسیون بود در زمان فتحعلی شاه قاجار، محمد شاه قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، بعدش محمد علی شاه قاجار، احمد شاه قاجار بود، تا آقای رضاخان اومد پادشاه شد. یکی از کارهایی که کرد این کاپیتولاسیون رو لغو کرد. اونایی که میگن رضا شاه انگلیسی بود، که خب کاپیتولاسیون که به نفع بریتانیا بود، که این بلافاصله این لغو کرد، که هر کسی در ایران کار خلافی بکنه باید دادگاه ایرانی محاکمت کنه. ما کار ندیم این کجایی هست، هر جایی هست فرق نمی‌کنه، چون اینجا خلاف کرده باید اینجا محاکمه بشه. این چیزی بود که رضا شاه روی قانون آورد. رضا شاه البته خودش که نیورد، که به کمک پشت رضا شاه افراد بسیار ایران دوست و فهمیده و دانشمندی بودند، که من حالا همه اونا رو تو ذهنم نیست ولی دوستاتو که میتونم بگم، یکی آقای داور بود،
یکی آقای همون آقای تیمورتاش بود که بعد رفت چیز کرد، میخواست مثلا زیر پای آقای رضاشاه رو خالی کنه که تو زندان کشتنش. بعد هم آقای محمد علی فروغی بود که بعد با اخلاق آقای رضاشاه سازگاری نداشت، رفت خونه خونه نشین شد، مورد غضب شد. در واقع بسیار دیگر بودن، بختیاری ها بودن، خیلی ها بودن که کمک کردن رضاشاه این کار رو کرد. این کانفدراسیون لغو شد در زمان پهلوی نبود. در زمان آقای محمد رضاشاه یک قانونی آوردن. این قانون توی همه کشورهایی که دولت امریکا در اونجا تعداد زیادی مستشار داره، اون قانون هست که اگر یک اتفاق بیفته باید اون فرد بلافاصله زیر تحت نظر یک وکیل دادگستری منتخب اونجا قرار بگیره و یک مسئولیت های موقتی داشته باشه. یعنی اگه مثلا اتفاق افتاد بلافاصله نه برای زندان، بلکه بهش یه فرصت دادن وکیلش ببینه، بعد مثلا با وکیلش بیاد. این با اون کاپیتالیسیونی که میگید بسیار فرق داشت. مثل چیزی که الان دیپلمات‌ها دارن، مثل چیزی که الان بله میگم، مثل چیزی که تقریبا دیپلمات‌ها دارن، دیپلمات‌های کشورهای دیگه. بله یک مسئولیت خاصی بود. اینجوری نبود که کاپیتالیسم باشه، اینجوری نبود که مثلا برن در امریکا اینو محاکمه کنن. یه زمانی داشت که این وکیل بگیره، یک خودش آماده کنه، نه اینکه مثلا پاسمونه بگیرتش با پس کردنی به برد زندان. اینجوری نبود، یعنی این لفت شده بود و آقای خمینی اینو کرد کارتر. جناب آقای سوربی ببینید، ایران دولت های بزرگ نظرشون اینه که یک کشوری که نفت داره، خب نفتش بفروشه کالا بخره. ایران فضولی کرد، نفتشو فروخ، زمنان کالا فروخ. به همین شوروی کفش و پیراهن صادر میکرد. کفش ارزی من آقای سوری، من خودم به چشم خودم دیدم کامینایی که روش پارچه های بزرگ، الان امریکا میگن بنر، بنرهای بزرگ بود که این کامیون کفش به مسکو میرود، دور تهران میگشت، این قطار کامیون ها میگشتن بعد میرفتن به مسکو. کفش ارزش سرخ تا جواهر شوروی رو ایران میداد، یخچال به شوروی صادر میشد، پیراهن به شوروی صادر میشد، کفش به آلمان صادر میشد، به تمام خاورمیانه وسایل ساخته شده مثل یخچال و ماشین لباسی و تلویزیون اینا صادر میشد. طبیعی است که دولت‌های بزرگ اینو نمی‌خواستن ببینن، از هر وسیله استفاده کردن که حکومت پهلوی رو ساقط کنن. و خمینی هم یه وسیله بود. خمینی همه اونا رو هم گول زد. خمینی شیاد بزرگ قرن بود. خمینی از آقای کارتر 150 میلیون دلار گرفت و آقای خمینی وقتی گرفت پول گرفت که من میترسم برم ایران، این جنرال ها بر علیه من گودتا میکنن. آقای کارتر جنرال هایدن فرستاد که برو نذار جنرال ها گودتا کنن. جنرال ها رو وادار کرد که اون اعلامیه بیطرفی رو بدن برن کنار. با این وجود آقای خمینی اطمینان حاصل نکرد، جنرال های بیچاره رو بدون هیچ گناهی کرده بشن دونه دونه آورد کشت پشتمون پرد کرد جنازهشون رو پایین. و ما مردم ایران متاسفانه دیر واکنش نشون میدیم. وقتی آقای خمینی تو هواپیما گفت احساسم اینه که چی، ما باید بر میگشتیم گفتیم این خمینی به درد نمیخوره. ما تو چون گفته بودیم هورا هورا هورا، نمیخواستیم بگیم اشتباه کردیم. آقای خمینی وقتی گفت اقتصاد مال خره، باید ما میفهمیدیم که این به درد ما نمیخوره، باید اینه دنبالش ول میکنیم، بر علیهش بلند میشدیم. وقتی آقای خمینی گفت من قلم این روزنامه نگارانم میشکنم، باید ما ازش بر میگشیم. وقتی که جنرالای بیچاره رو آورد دونه دونه وزیرا رو، دکتر عاملی وزیر آموزش پرورش پزشک بود، آورد کشتش. آقا این چیکار کرده بود که تو کشتیش؟ فرمانده نیروی هوایی چیکار کرده که تو کشتی؟ و بسیار دیگر رو، پرویز نیخا رو کشت. پرویز نیخا کسی بود که اون واقعه کاخ شاه رو درست کرده بود، سرباز وظیفه رو بر علیه شاه تحریک کرده بود که مسلسل بزن به شاه شلیک کنه. بعد شاه بخشیدش، مدیر کل تلویزیون شد. خمینی کشتش، گفت چرا بخشش شاه رو قبول کردی؟ خمینی اینقدر بیرحم بود، ما همه میدونستیم اینو. آقای آیت الله بروجردی گفته بود، همیشه گفته بود، گفته بود دنبال این قاتل دور اینه نگیرید. آیت الله شریعت نظری بارها به شاه پیغام داد که آقای جلو اینه بگیر، منتها شاه ضعیف شده بود، نمیتونست کشور اداره کنه چون بیمار شده بود. اونی که گفتی 28 مرداد زیر اینم من پاسخ بدم. ببینید ما یه دروغای تو کلمون رفته
من باورم نمیشه که بتونیم این دروغا را کلام بیاریم بیرون. یه دروغ اینه که آقای امام رضا با آهو حرف زد، آهو گفت بذار من برم بچه‌م شیر بدم بیام. آقای امام رضا گدا اقلی پول میداد آهو رو آزاد میکرد، گفت من زامنم این بره شیر بده بیاد، و در ثانی این آهو را بچه شیر داد. خب فردا کی بچه شیر میده؟ تازه این آهو شیر داد، اون بقیه آهوهایی که دستگیر شدن زامن آهو، میدونید که زامن آهو دولت امریکاست، میگه آقا در فصلی که آهوها گوزنها بچه شیر میدن یا آبستنن حق شکار ندارید. این زامن واقعی، نه امام رضای گدا. پس آقای حضرت عباس این دست رو بردن، این دست رو بردن، مشک داد به دهنش. خب چجوری داد دهنش؟ چجوری سوار هست رو؟ اینا باورم. آقای سوری 28 مرداد همینه. ببینید آقای محمد، آقای مصدق از دادگاه لاهایی که برگشت، یه دفعه گفتم شما گفتید وزیر دفاع این حرفا، گفت من میخوام فرمانده کل قوا باشم. شاه گفت قانون اساسی میگه شاه باید فرمانده کل قوا باشه. مصدق گفت نه، باید تو فرمانده کل قوا رو بدی به من. شاه گفت نمیدم. مصدق استعفا داد. ما مردم رفتیم 23 تیر رو انداختیم، شاه مجبور شد دوباره آقای مصدق رو نخست وزیر کنه. آقای مصدق فهمید که چند نفر از وکلا از جمله یاران عزیز خودش، حسین مکی، شما حسین مکی، اونایی که مشهوره، اونایی که ملی شدن نفت میزنه حتما حسین مکی رو میشناسن. آقای حسین مکی رو آقای مصدق گفت سردار و فداکار وطن، یعنی اینقدر بهش عرض میداد. ایشون میخواست آقای مصدق رو استیضاح کنه تو مجلس به چندین دلیل، از جمله دو تا شما میگم. یکی اینکه اسکناس بدون اطلاع مجلس و بدون انجام مقررات قانونی اسکناس چاپ کرده بود آقای مصدق. یکی دیگه اینکه دیوان عالی کشور رو منحل کرده بود. دیوان عالی کشور قاضیاش قاضیای نشستن، مثل سوپریم کورت امریکا میمونه، هیچ کس نمیتونه اونا رو برکنار کنه. آقای مصدق اون دادگاه رو کلن منحل کرد، نه اینکه هیچ قاضی رو برکنار کنه، کل دادگاه رو منحل کرد. بعد آقای مکی میخواست استیضاح کنه آقای مصدق. آقای مصدق میدونست که اگه استیضاح بکنه بشه، یعنی باید رأی اعتماد بگیره، و میدونست که رأی اعتماد نمیاره، اکثریت رو نمیاره و مجبور برکنار بشه. نمیدونم چرا آقای مصدق چسب بود زیر صندلیش، چی بود نمیدونم. به هر حال اومد یک رفراندوم غیرقانونی گذاشت. میگم غیرقانونی برای که در قانون اساسی ایران رفراندوم پیشبینی نشده بود. این رفراندوم غیرقانونی رو به طور غیرقانونی اجرا کرد. حالا میگید چرا غیرقانونی اجرا کرد؟ خانم آقایون یه لحظه گوش بدید، یه لحظه جواب ندید، یه لحظه گوش بدید. هیچ جای دنیا سابقه نداره که رأی مخالف و موافق صندوق ها جدا باشه. هر جا که میرن رأی میدن یه رأی مخفی میندازن اون تو، وقتی واکنن میبینن نوشته یا موافقم یا مخالفم. آقای مصدق صندوق های موافق انحلال مجلس رو یه جا گذاشت، صندوق های مخالف رو یه جا دیگه. ببینید من بارها گفتم من اون زمان قضی بودم. صندوق اینی که اونایی که میخوان موافقن با آقای مصدق که مجلس منحل بشه گذاشت تو مسجد شاه. مسجد شاه یک سرش به خیابون اصلی شهر خیابون پهلوی وصل بود، یه سرش به بازارچه‌ای وصل بود، یه سرش به بازار وصل بود، یعنی در محلی که همش سکنه، یه طرفش هم خونه ها بود، امنیت داشت. اون صندوقی که میخواست بگه نه، یعنی هر که اون تو رای بندازه بگه نه من با انحلال مجلس مخالفم، اون صندوق برده بود یه جایی که در قزوین بهش گفتن حکم آباد. حکم آباد یه جایی بود که شهر تمام میشد، مزاره بود، مزاره کاهو و تروبچه و سبزی و جعفری و نمینا بود، دره و جعفری اینا بود. اونجا گذاشته بود صندوق های نه، یعنی یک طرفش شهر بود تمام شده بود، یه طرفش مزرعه بود. یه چند تا چماق به دستم اونجا وایساده بود، هر کی میخواد بیاد تو اون صندوق رأی بندازه بگه من مخالفم با آقای مصدق، از اون چماق به دستا میترسید. رعیت ها رو خانه ها میوردن که رأی بدن. رعیت ها کامیون پیاده میشدن میامدن جلو اونجا، میترسیدن برمیگشن، به دروغ میگفتن رفتیم رأی دادیم. به این شکل چیز کرد، مجلس رو منحل کرد. خانم آقایون آخه تمام قانون اساسی ایران، تمام به اصطلاح سابقه این کار، آقای احمدشاه شاید 17 تا نخست وزیر رو عزل و نصب کرد. آقای محمد رضا شاه در قیاب مجلس حق خودش میدونست که مصدق رو عزل کنه، فرمان عزلش داد. آقای مصدق فرمان عزل رو قبول نکرد، گفت کودتاست،
در حالی که آقای مصدق داشت کودتا میکرد. آقای خانم آقایون یه لحظه فکر کنید، مقام پایین نسبت به مقام بالا کودتا میکنه. در مصر آقای جنرال نجیب بر علیه ملک فاروق کودتا کرد، در عراق همینطور نمانکی بر علیه ملک فیصل کودتا کرد. در آخه نمیاد که مثلا شاه بر علیه نخست وزیر کودتا کنه که. آقای مصدق با نپذیرفتن حکم حضرت خودش کودتا کرد، روز 25 مرداد 1332 کودتا کرد. بعد شاه وقتی دید فرمانش رو نمیخونن، به قول شما چمدونش به دستش بود رفت، نمیخواست مثل تزار روسیه کشته بشه، برای که وقتی فرمانش نخست وزیر فرمانش نمیخونه، شما نمیدونید که تمام نگهبانای کاخ شاه رو هی هر روز کمتر میکرد، بودجه دربار رو هر روز کمتر میکرد، همینجور فشار میآورد آقای مصدق به محمد رضا شاه. بعد وقتی هم فرمانش نخون، شاه چمدونش گرفت رفت، بهترین کاری که میتونست بکنه. در اونجا آقای زاهدی که فرمان نخست وزیر داشت به اطلاع بهش اطلاع داد که آقا من حکومت به دست گرفتم، برگردید. برگشت. خب آقای منوی اجازه بدید در آخر برنامه یه زنگ تفریح براتون بگم. آقای نگهبان که همشهری من هستن، آقای رحیم نگهبان میگه که این آقا آگاهانه سخن میگوید، منظور شما هست. اصولاً ضعیف ها نمیتوانند زمام کشور را در درس داشته باشند، نمونهش سلطان شاه حسین صفوی. متاسفانه تا حال ما چندان در سرنوشت خود دخیل نبوده ایم. بعد دوستان دیگه مثل آقای سلیمانی نوشتن در فیسبوک که هایزر را آمریکا فرستاد که به ارتش دستور دهد کودتا نکند. پس خود این نشان می‌دهد که شاه و ارتش او وابسته به آمریکا بودند. و من این چیزایی که می‌خونم، آقای مینوی نظر دوستانه، چون شما اونجا دسترسی ندارید، من از شما اون دفعه اجازه گرفتم گفتم بخونم در حین برنامه. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. من آغاز برنامه از شما تشکر کردم. خواهش می‌کنم. آقای باز یوسفی نوشته که مگر نخست وزیر رو کی انتخاب کرده بود؟ چون راجع به چیز کودتا که شما میگین، معمولا کودتا کاری به بالا و پایین نداره، کودتا کاری به این داره که حکومت، یه کسی که دست حکومت دستش نیست میاد کودتا میکنه، و چون توی اون مدت حکومت دست مصدق بوده و سلطنت دست شاه بوده، اینه که میگن کودتای 28 مرداد. این نظر دوستان هست و من گفتم ساکت میشم، چون به من گفته بودن که بذارید بیشتر آقای مینویی صحبت کنه تا از نظرات ایشون آگاه بشیم. بفرمایید. من خیلی خوشحال میشم که شما صحبت کنی، اینطوری به اصطلاح شادتر میشه برنامه. اگه من همش صحبت کنم ممکنه خسته کننده باشه، ولی وقتی یه بخشی شما صحبت می‌کنید، یه بخشی من و نظرات بینندگان میگید، جالب میشه. ببینید، در تمام کشورهای مشروطه شاه مقام سمبولیک ولی مقام بالاتر رو داره، برای که نخست وزیر میاد و میره ولی شاه میمونه، و کسی که حکم نخست وزیر رو امضا میکنه شاهه. پس شاه درسته که اختیارات نداره، در طبق قانون باید پادشاهی کنه، نباید اداره کنه کشور رو، ولی اون چیز بالاتر، مقام بالاتره. و هیچ وقت همه اونایی که کودتا میکنن در حکومت دخالت دارن. مثلا فرض کنید که هیچ وقت نمیاد، مثلا فرض کنید که یه نفر که بازاریه بیاد کودتا کنه، که یک ارتشی کودتا میکنه یا یک وزیر کودتا میکنه یا هیچی. در تمام کودتاهایی که سراغ داریم همه همینطوری بوده، هیچ وقت یک آدم خارج از حکومت نمیاد. ببینید، تعریف کودتا اینطوریه: یک مقام پایینتر یا به طور ناگهانی یا گام به گام میخواد مقام رو از اون چیز بالاتر یا با کشتنش یا با بیرون کردنش بگیره. این کودتاست. خب آقای مصدق داشت شاه رو برکنار میکرد و خودش جاش میخواست بچه. البته آقای مصدق در لحظه آخر فهمید اشتباه میکنه. ببینید جناب سوربی عزیز، بینندگان عزیز، آقای مصدق وقتی که فهمید که اگر شاه که رفت، حزب توده با اون قدرتی که داره، دیر یا زود کشور میفته دست حزب توده و میره پشت پرده آهنین مسکو.
آقای مصدق کمونیست نبود، آقای مصدق یک خرد بورژوا بود، یعنی میخواست سرمایه داری متوسط در ایران رشد کنه، نمیخواست که ایران نوکر مسکو بشه. آخرین لحظه که فهمید که کار از دستش در رفته، آقای سرتیپ دفتری پسر خواهر خودش که آقای مصدق از بچگی میدونست این سرتیپ دفتری طرفدار شاهه، اینو کرد فرمانده شهربانی کل کشور. وقتی آقای سرتیپ دفتری صبح روز 28 مرداد رفت توی شهربانی کل وارد شد، خب پاسبونا که همه میدونستن که چه خبره، که پاسبونا هم گفتن این که اومده طرفدار شاه، اون که طرفدار شاه، همه پاسبونا فریاد زدن زنده باد شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. بعد مردم فریاد زدن، بعد بقیه ماجرا که حالا بخوام بگم خیلی طول میکشه. آقای مصدق خودش هم فهمید که داره اشتباه میکنه و کاری که آقای مصدق میکرد یک نوع کودتا بود، چون فرمان قانونی شاه رو نپذیرفته بود. آقای دکتر سنجابی تو کتابش نوشته به آقای مصدق گفتم که آقا شما این کاری که میکنید شاه ممکنه شما رو برکنار کنه. آقای مصدق به من گفت شما صبح چرس زدید اومد اینجا، چرس یه نوع مثلا مواد مخدره، مثل مثلا فرض کنید که شما حشیش زدید اومد اینجا، یه همچین چیزی. من گفت شاه جرئت نمیکنه این کارو بکنه. آقای دکتر صدیقی نوشته تو خاطراتش که من به آقای مصدق گفتم آقای مصدق تو که مجلس رو منحل میکنی شاه حق عین پیدا میکنه که تو رو برکنار کنه، و اونم گوش نداد. اون آقایی که در مورد آقای جنرال هایزر گفته، آقای خمینی به امریکا به کارتر پیغام داد گفت من برم ایران اینا بر علیه من کودتا میکنن. آقای کارتر هایزر فرستاد که ارتشی ها رو وادار کنه که کودتا نکنن. حالا شما میگید ارتش در نوکر امریکا بوده؟ نه، نوکر امریکا نبود، بلکه جنرال هایزر که افسران ایرانی، جنرال های ایرانی در دورهایی که دیدن اینه میشناختن با پذیرتون دوستی داشت، گفت صلاحتون اینه که شما دخالت نکنید، و شاه که رفت که مردم اینی میخوان، شما دخالت نکنید بهتره. بیچاره جنرال هم دخالت نکردن، یکی یکی هم به دست آقای خمینی کشته شدن. بعدم آقای خمینی گروگان گرفت، گروگان ها رو نگه داشت تا دولت دموکرات امریکا و دولت کارتر که به آقای خمینی کمک کرده بود افتاد. وقتی که افتاد اون وقت گروگان ها را آزاد کرد. خب شما این قسمت رو ببخشید، شما این قسمت رو نمیگید که دولت آینده آمریکا آقای ریگان که ریپابلیک بود، اون با خمینی دسیسه کرد بر علیه کارتر و گفت اینا رو آزاد نکن تا ما بیایم، و درست همون روزی که به اصطلاح انتخابات شد و اینها اونها اومدن. یه چیز دیگه، من تا حالا از هیچ جا و هیچ کس نشنیدم که بگن که مصدق میخواست خودش شاه بشه، چون دارم یعنی جاهایی که نوشته مصدق حتی به شاه پیشنهاد کرد که شما مثل انگلستان سلطنت کن، و یه دوستی از آقای یوسفی نوشته یعنی ایشون نقش آمریکا رو منکر میشن، آمریکایی که خودش اسناد ایجاکس و اون ماجرای پول دادن به شعبون بیمخ یا شعبون جعفری و اینها رو خودشون انتشار دادن. آخه نمیشه ما توی یک برنامه‌ای حرفای آمریکایی‌ها رو قبول داشته باشیم، توی قسمتایش قبول نداشته باشیم. شما فکر میکنید که آمریکا نقشی داشته در 25؟ اگر شما اجازه بفرمایید و بینندگان شما اجازه بدن، ما دفعه بعد درباره 28 مرداد هستن صحبت کنیم، یا آغاز صحبتمون 28 مرداد باشه. باش، خیلی ممنون. برای که الان دیگه وقت نمونده. بسیار عالی. خب بفرمایید، میخواین زنگ تفریح ما رو ببرید؟ تفریح. آقا این نامه رو داری برامون بخونی آقای مینویی؟ یک مهمونی یه آقایی دید که یک پیرمرد و پیرزنی که 60 سال با هم زندگی میکنن، پیرمرده به زنش میگه هانی عزیزم، عشق من، نور من، قلب من، یه کناری کشید گفت تو بعد 60 سال زندگی هنوز زنت اینطوری صدا میکنی؟ گفت 10 سال اسمش یادم رفته، اگه بفهمه تیکه تیکه هم میکنه. آقای مینوی یکی دیگه گفته بود که نه، یه سوالی دارم راجع به این نامه مشبیژن، این شما هنوز چی دارید؟ اونم بذارید دفعه دیگه بگم. اوکی، اونم بذارید دفعه دیگه. باشه، این نامه ها مال قبله، اینا مال اون نویس مجله هایی که شما کار میکنید. بله، من یه زنگ تفریح رو یه کوچولو ادامه بدم. بفهم. میگه که من البته هیچ وقت جوکا رو به شهرهای ایران نمیگم،
مگر اینکه خوبی اون شهر باشه، مگر زرنگی و هوشیاری اون شهر باشه. میگن یه آقای اسپانی وارد کوپه قطار شد، دید یه خانومی داره یه کتابی رو میخونه، هر کی اسپانیه، جوان اسپانی و پاش زدن اینکه این دختره توجهش اون جلب بشه، نشد. آخر سر رفت جلو گفت خانم میشه بپرسم چه کتابی میخونی؟ خانم سرش از اون کتاب بلند کرد گفت سکس بین الملل. با دوباره رفت کتاب، بعد دوباره باز اسپانی گفت میشه بگم این همین خطی که خوندی چی بود؟ خانم گفتش که همین خطی خوندم نوشته که عرب ها و ژاپنی ها در سکس فعالترن، قویترن. جوان اسپانی گفت اجازه بدی خودم معرفی کنم، عبدالحلیم میتسوبیشی. بله. خیلی ممنون دوستان عزیز، با آقای پرویز مینویی بودیم. ایشون ساعت 6 برنامه دارن از کانال ایتو با آقای امید امیدوار هستن. و باز آقای دیگه، حالا نوشتای دوستان رو میذاریم برای بعد یا من براتون توی اون پیامگیر میخونم که شما برنامه هفته آینده روزای دوش و بعد هیچ ناراحت نمیشم، نظرات همه رو گوش میدم، اگه عقلم برسه جواب. نه من و شما دیگه نشون دادیم که آهن آب دیده شدیم و با این دوستان به اصطلاح با هر قدم که اختلاف داشته باشیم ولی دوست میمونیم. خیلی ممنون آقای مینویی که با ما بود. سپاسگزارم ازتون. مرسی. متشکرم. خب دوستان عزیز، با آقای پرویز مینویی میتونید مستقیما با شماره تلفن 218-835-3063، همون شماره تلفنی که در حین برنامه نشون دادم زیر صفحه و اونجا پیام میذارید، ایشون بعدا در برنامه های آینده برای شما به اصطلاح با شما صحبت میکنه یا نظراتشون رو میگن. شماره تلفن 281-835-3063 که تگزاس هستن. آقای سلیمانی نوشتن که به استناد گفته خود ایشان هایزر قدرت داشت که به ارتش دستور دهد کودتا نکنند، پس همین وابستگی شاه ارتش رو با آمریکا هویدا میکند. آقای اکبری، آقا اینجا شده کانال شیرازی ها، شوروی را کرده بودن لولو خورخوره و جلو هر گونه آزادی خواهی را در ایران می گرفتن. این مشکل ما در سالهای گذشته بوده. خب دوستان عزیز، ممنون و متشکرم که با ما بودید. امروز 5 ساعت برنامه داشتیم، در 2 ساعت اول 5 تا ویدیو از کانون آوا فرستاده بودن راجع به مجاهدین، حتما ببینید. 2 ساعت دوم من بودم و شما، و این ساعت پنجم با آقای پرویز مینویی بودیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، لطف کنید برنامه ما را هم تماشا کنید هم به دوستانتون ارسال کنید، حداقل کاری که میتونید انجام بدید. برنامه رو پی میگیریم و 4 شنبه با شما هستیم، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، 11 صبح به وقت کالیفرنیا. روز و روزگار بر شما خوش.